بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة 14 مضمون فيزيك. قسمی که ما قبلا به ارتباط رادیواکتیو بحث کردیم، عناصری که ناپایدار هستند و به صورت خودی از خود چی پخش میکنن؟ چاپ پخش میکنن و گفتیم که یکی رادیواکتیو طبیعی هست و یکی هم رادیواکتیو مصنوعی. خب رادیواکتیو طبیعی شفتیم بدون کدام عامل، چون ما زمان پیدایش با مشکل بودن خودشان از خود چی پخش میکردن؟ اشعه پخش میکردن. اما رادیواکتیو مصنوعی در لابراتوارها، یعنی اینا تحریک میزدن هستههایشان نه شکل برانگیخته میستن تا از خود یک شارژ کنن پخش کنن. ما گفتیم که اولین بار توسط میری کیوری و پیری کیوری شاگردان بکلر ساخته شد که ما میتونیم توسط ذره الفا، فوتون ها و الکترون ها چی کنیم؟ هسته های عناصر تحریک بسازیم. و اینمی روش هست که با استفاده از امی میتونم که پلاتین را به چی تبدیل کنن؟ به طلا تبدیل کنن. یعنی یک طریقه رادیواکتیو مصنوعی است که پلاتین را میگیرن به طلا تبدیل میکنن. خب اما این طریقه چون به خاطر تبدیل نمودن پلاتین به طلا و مقدار خیلی انرژی بالا نیاز هست، از اون خاطر زیاد کاربرد نداره، چون انرژی که به مصرف میرسه خیلی زیاد است. خب ببینیم که موضوع بعدی یا سلاید بعدی ما به ارتباط چی هست. موضوع بعدی ما که می‌خونیم انشقاق هسته‌ای هست. خب عزیزان، قسمی که قبلا هم گفتیم در هسته فقط دو نوع تعامل صورت می‌گیره. یکی تعامل انشقاق هسته‌ای بود و دیگرش هم کدام نوع تعامل بود؟ تعامل همجوشی. یعنی مثل تعاملاتی که در اتم صورت میگیره با اون شکل نیست، یعنی اندوترمیک و اکزوترمیک نیست، بلکه دو نوع تعامل مخصوص خود داره که یکیش انشقاق هسته‌ای هست و دیگه‌ش هم تعاملات گداخی یا هم همجوشی هست. بیاین ببینیم که انشقاق هسته‌ای و چی مفهوم هست، یعنی انشقاق هسته‌ای چه قسم صورت میگیره. این خود انشقاق به معنای چی هست؟ به معنای تجزیه شدن هست. انشقاق به معنای چی هست؟ به معنای تجزیه شدن هست. پس در اثر بمبارد نمودن یک هسته سنگین، هسته سنگین یعنی تعداد پروتون و نیوترونش چی باشه؟ زیادتر باشه. این نمبر اتمیش از 92 بالاتر باشه و کتله اتمیش هم خیلی بزرگ باشه، ما برازو میگفتیم که هسته سنگین. وقتی یک هسته سنگین را ما میگیریم توسط یک ذره، مثلا او چی باشه؟ نیوترون باشه، بمبارد میکنیم، در نتیجه چی حاصل میشه؟ دو تا هسته های سبک، دو هسته های سبک همراه با یک اندازه انرژی خیلی زیاد چی میشه؟ حاصل میشه که هدفشان به کار گرفتن اینمی اندازه انرژی هست که در انشقاق هسته‌ای با وجود. بمبارد نمودن یا تجزیه نمودن یک هسته سنگین و دو هسته کوچک سبک و همچنان آزادسازی یک اندازه خیلی زیاد انرژی را به نام چی یاد میکنه؟ به نام انشقاق هسته‌ای یاد میکنه. که در انشقاق هسته‌ای از ذره که به خاطر بمبارد استفاده میشه و چی هست؟ نیوترون هست. از نیوترون به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر بمبارد نمودن هسته های سنگین تا اونا را تجزیه کنن یا متلاشی بسازن به هسته های سبک. خب قسمی که ما میفهمیم در طبیعت ده نوع ایزوتوپ یورانیم چی هست؟ موجود هست که 99.3% یورانیم و 238 است و 0.7% یورانیم 235 هست. یورانیم 235 اگر ما 1 کیلوگرم از زیر بخوایم به انرژیش بدست بیاریم، انرژی 1 کیلوگرم یورانیم 235 معادل هست به 10 به نمای 7 کیلوگرم زغال سنگ. یعنی تقریبا ما 10 میلیون زغال سنگ بسوزانیم اونم انرژی بدست میاریم، یا اگر 1 کیلو یورانیم بسوزانیم، یا هم 2.25 ضرب 10 به نمای 6 لیتر نفت رو چی کنیم بسوزانیم. پس از این خاطر است که در انشقاق ها از یورانیم چی میکنن؟ استفاده میکنن، چون انرژی که بدست میآید خیلی بالا هست، از این خاطر ایره بدست میارن. و اول انرژی که در انشقاق ها میباشه و به صورت حرکی است، بعد از او به چی تبدیل میشه؟ به انرژی حرارتی تبدیل میشه. خب خوب است که امی عملیه که انشقاق هسته‌ای صورت میگیره ایره چی کنیم؟ ببینیم که چگونه انشقاق هسته‌ای صورت میگیره. خب به خاطر از اینکه ما انشقاق هسته‌ای را
عملیه شناوشته کنیم یا مدل شناوشته کنیم، خوب است که بفهمیم که کدام عنصر باید چی کنیم تجزیه کنیم، یعنی کدام هست در کوچی هست یورانیوم زیادتر استفاده. خب پس عملیه انشقاق هسته‌ای که تیزو یک هسته سنگین به دو هسته کوچک و سبک تبدیل میشه رو بیان که نوشته کنیم. هسته‌ای را که در نظر میگیریم او را توسط یک نیوتون باید چی شود؟ بمبارد شود. مثلا قسمی که ما گفتیم از کدام نوع یورانیم؟ یورانیم 235 هست که خیلی انرژی بالا تولید میکنه. یورانیم هست وقتی که یورانیم توسط یک ذره نیوترون چی میکنن؟ بمبارد میکنن. در نتیجه از او یورانیم 236 با وجود. ببینیم یورانیم 235 و نمبر کتلویش هم 35، نمبر اتمیش 2، و از نیوترون می فهمیم که نمبر کتلویش 1 هست و نمبر اتمیش هم 0. وقتی که یا بمبارد میشه حاصل هزی یورانیم چی هست؟ 236 هست. یورانیم که حاصل میشه که شکل ناپایدار می داشته باشد و این تجزیه میشه، یورانیم 236، چون فقط دو یزوتوبش که 235 و 238 است حالت پایدار داره، دیگه حالت ناپایدار داره. 236 از کجا فهمیدیم که 236 شد؟ چون نمبرهای کتلوی باید هر دویش یکسان باشه و نمبر اتمیش که تغییر نمیکنه، چون از جمله ایزوتوپ هایش هست. بعد اینمی یورانیم 236 چی میشه؟ تجزیه میشه، یعنی منفجر میشه به دو هسته سبک دیگه که کدام کدام هست؟ یکیش کریپتون هست، یکیش چی هست؟ باریم هست همراه کریپتون. باریم جمع کریپتون و یک اندازه انرژی، و یک اندازه انرژی چی میشه؟ آزاد میشه امرای انرژی، امرای چی؟ امرای 3 تا نیترون اینجا آزاد میشه، میشه که به این قسمت داشته. خیلی خوب، پس خوب است که عددش نمبر اتمی و نمبر کتلویش هم نوشته کنیم تا دقت ما درست باشه. ببینیم از باریم نمبر کتلویش هست 144 و نمبر اتمیش هم هست 56 و از کریپتون نمبر اتمیش 36 و نمبر کتلویش هم 89 می باشه. خیلی خوب، پس بیاین که جمع کنیم. از کجا بفهمیم که چند تا نیوترون حاصل شده؟ خب می فهمیم که نیوترون نمبر کتلویش 1 و نمبر اتمیش هم 0 هست. وقتی که جمع می کنیم 56 جمع 36 میشه 92. خوبی خود درست شد. 144 جمع 89 که بکنیم میشه 233. پس اینجا خود 236 داریم. پس از اینجا این را می فهمیم که در نتیجه امی انشقاق 3 تا نیوترون دیگه هم چی میشه؟ آزاد میشه. ببینید امرای نیوترون را بمبارد کردیم و در نتیجه تعامل باز هم ما تانستیم که 3 تا نیوترون دیگه هم به دست بیاریم، که این انشقاق ها ممکن است باعث با وجود آمدن انشقاقات بعدی هم شود. از سر تکرار میکنیم، یورانیم 235 هست که توسط یک نیوترون چی میشه؟ بمبارد میشه. وقتی توسط نیوترون بمبارد شد یورانیم 236.92 رو به ما میده و این چون حالت تحریک شده هست، یعنی حالت پایدار نداره، این
چی میشه؟ منفجر میشه، انفجار میکنه به دو تا هسته های سبک، یکیش باریم هست، دیگه هم کریپتون هست. نمبر کتلوی باریم 144، نمبر اتروش 56 هست، کریپتون 8936 هست و در بالی ازی 3 تا نیوترین دیگر رو میده. قسمی که در شکل میبینیم اگه ایره هسته تحریک شده یورانیم 236 در نظر بگیریم و بعد از این که توسط یک نیوتن بمبارد میشه، دو تا هسته کوچک دیگه از او چی میشه؟ حاصل میشه. یعنی یک انفجار صورت میگیره و باعث میشه که یک هسته سنگین به هسته های کوچک تبدیل شوه، که اینمی عملیه را به نام عملیه چی یاد میکنن؟ انشقاق هسته ای یاد میکنن. خب عملیه بعدی که به نام تعامل زنجیری یاد میشه. خب شاید شما بذیر داری سوال پیدا شده که قبلم که گفتیم دو نوع تعامل است، یکی همجوشی یکی هم انشقاق، خیلی تعامل زنجیری از کجا شد؟ تعامل زنجیری در نتیجه تعامل انشقاقی به وجود میه، یعنی زمانی که انشقاق هسته‌ای صورت میگیره رونمو شکل، ما میتونیم به ادامه از او تعاملات زنجیری داشته باشیم. یعنی فقط اونمو عملی انشقاق اگر پی در پی به صورت تکراری انجام شده بره، بازو عملیه رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ او تعامل چی میگیم؟ میگیم برش که تعامل زنجیری هست. فهمیده شد؟ پس یعنی اونمو عملیه انشقاق هست یا تعامل انشقاق هسته ای است که پی در پی به صورت تکراری چی شده؟ انجام شده. چون ما گفتیم وقتی که انشقاق هسته ای صورت میگیره، سه تا نیوترون چی میشه؟ آزاد میشه. خب این سه تا نیوترون که آزاد شده، این خب حالت خود باقی نمیمونه، این به نمی شکل میره، هسته های دیگر چی میکنه؟ بمبارد میکنه، یا امرای هسته های دیگر یک جای میشه که باعث میشه به اونمو شکل هسته های دیگر انفجار کنه. و وقتی که او انفجار کرد، یعنی هر یک نیوترون ازی اگر امرای هسته های دیگر تعامل کنه، یعنی سه تا نیوترون میتونه که سه تا هسته را چی کنه؟ مثلا بمبارد کنه. هسته X بگویم، هسته R و هسته Y. و معلوم دار از وقتی که این هسته ها بمبارد میشه، در نتیجه هر کدام از این چند تا نیترون دیگه آزاد میشه؟ سه تا نیترون. از ببینیم اینال این سه نیترون که اینجا آزاد شده و به این شکل خوینا آرام نمیشینن، اینا میرن و به این شکل هر سه تا یزی سه تا هسته دیگه رو چی میکنن؟ بمبارد. که به اینمی شکل است که تعامل زنجیروی چی میباشه؟ ادامه پیدا میکنه. فهمیده شد؟ پس کدام طریقه ها از کدام راه است که ما بتانیم اینمی نیوترون ها را داخل تعامل بسازیم؟ چون حالات هم است که از اینمی هر سه نیوترون که آزاد شده هیچ کدام جد تعامل سهم نمیگیره. یعنی از پیش ما ممکن است در وقتی که انشقاق هسته ای صورت میگیره اینا چی کنن؟ فرار کنن. پس باید راه هایی هم باشه که ما بتونیم اینمی نیوترون ها را نگاه کنیم و تعاملات ما را با صورت تعامل زنجیروی انجام بدیم که در بخش ریاکتور های هسته‌ای میخوانیم. پس انشالله که تعامل زنجیروی و انشقاق هسته‌ای را فهمیدیم. بریم به سلاید بعدی ببینیم که موضوع سلاید بعدی ما چی هست. خیلی خوب، موضوع سلاید بعدی ما هست غنیسازی ایرانیم، که فعلا میفهمیم که جنگ بین کشورهای ابرقدرت به اینمی دلیل هست که به یکی دیگه اجازه نمیدن ایرانیم چی کنن؟ غنیسازی کنن، یعنی بمب هستوی بسازن، سلاح هستوی بسازن. یعنی کشورهای ابرقدرت این توانایی را دارن و تانستن که ایرانیم را چی کنن؟ غنیسازی کنن و امو بمب ها، سلاح های هستوی و انرژی برقی خود با استفاده از اینمی طریقه های فیزیکی بدست. خیلی خوب، از جمله در ایزوتوپی که در از یورانیم در طبیعت یافت میشه به صورت طبیعی دو تاش هست، یکیش از یورانیم 238 و دیگه‌ش هم هست یورانیم 235، که یورانیم 238ش 99.7% پیدا میشه و یورانیم 235ش 7%. غنی سازی یورانیم و ایرانیم 235 میگه، یعنی ما ایرانیم طبیعی را قسم فعال بسازیم، قسم غنی بسازیم که از او ما بتانیم نلزت یا فیصدی بیشتر ایرانیم 235 را چی کنیم؟ حاصل کنیم. چون در تعاملات هستوی، در ساختن ریاکتورهای هستوی، در ساختن بمب‌های هستوی از چی استفاده میشم؟ از اینمی
یونیا ماده 235 چی میشه؟ استفاده میشه. پس پروسه افزایش یورانیم 235 در یک نمونه از یورانیم طبیعی به نام چی یاد میکنه؟ به نام غنیسازی یورانیم یاد میکنه. پروسه افزایش یورانیم 235 در یک نمونه از یورانیم طبیعی به نام غنیسازی یورانیم چی میکنن؟ یاد میکنن. خیلی خوب. مثلا اگر ما فرض کنیم که چه قسم غنیسازی صورت میگیره؟ یک محوطه را در نظر میگیریم. به این شکل یک محوطه را که در نظر گرفتیم، در قسمت پایین از این یک سوراخ یا منفذ را در نظر میگیریم. خب وقتی که در داخل از این یورانیم قرار میتن، امی یورانیم 238 را قرار میتن، درست؟ خب برازی به اندازه حرارت میتن که ایرانیم به شکل چی تبدیل شوه؟ به شکل گازها تبدیل شوه. وقتی که به شکل گازها تبدیل میشه، خب معلوم دارست که ایرانیم 238 سنگین تر است از ایرانیم 235. ایرانیم 238 به دیوارها برخورد میکنه و از این منفذها ایرانیم 235 چی میشه؟ خارج میشه. که طریقه غنیسازی است. البته ده‌ها طریقه غنیسازی وجود داره که استفاده میکنن به خاطر غنیسازی یورانیم که باز ما را خاط خواندیم. خیلی خوب، پس ای بود یک طریقه غنیسازی. مثلا اگر ما یک مثال دیگه هم بتیم، در وقتی که ما گندم غربال میکنیم، گندم از همراه کا وقتی که را بالا میپرتیم، شمال چی میکنه؟ کار همراه خود میبره، گندم بردن نمیتونه. پس بین این تو یک طریقه هست، میتونه بگویم که غنیسازی یورانیم بینمو تیک شد. البته به این سادگی نیست که ما براتون گفتیم، طریقه هایش خیلی چی هست؟ پیچیده و مغلق هست. و یادتان باشه که طریقه غنیسازی یورانیم مربوط میشه به فیزیک، یعنی کاملا یک طریقه چی هست؟ فیزیکی هست. کاملا چی هست؟ یک طریقه فیزیکی هست. یک طریقه چی هست شاگرد ها؟ یک طریقه فیزیکی هست. چون اگه یادتان باشه در کیمیا ایزوتوپ ها عین چیز هست، یعنی فرق نمیکنه برش که کدام ایزوتوپ یک جای میشه تعامل انجام میده، اما در فیزیک هستوی باز چون ما سرکار ما همراه هسته هست، از او خاطر ایزوتوپ ها بر ما یکسان نیست. یعنی در کیمیا ایزوتوپ ها یک چیز هست، در کیمیا چی هست؟ ایزوتوپ ها یکسان است، اما در فیزیک هستهی بازتر یک چیز نیست. ایزوتوپ ها فرق میکنه، از خاطر غنیسازی، انشقاق هستهی، همجوشی هستهی، اینا کلش عملیه های چی هستن؟ یا طریقه های فیزیکی هستن. خب در اینجا ما گفتیم که 99% چی هست؟ یورانیم 238 است. پس چی فکر میکنید که این باقی مانده ایره ما چی میکنن وقتی که میخواین یورانیم غنی بسازن؟ یورانیم 238 باقی مانده شد چی میکنن؟ سو میپردن؟ یعنی بیکاره هست؟ خیر، از این یورانیم 238 هم موارد استفاده داره، طریقه های استفاده داره که از یوم چی میشه؟ استفاده میشه. پس ببینیم که از یورانیم 238 چی میشه، چه قسم استفاده میشه. یکی از او هست تعاملات زایندگی. ببینیم که چی نوه؟ گفتیم از یورانیم 235 در تعاملات زایندگی چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا چه قسم؟ چون ما فقط گفتیم که دو ایزوتوپش به شکل طبیعی داریم، باقی ماندیش میشه از متلاشی ساختن اینمی یورانیم 238 بعد از چه قسم؟ دقت کنید، زمانی که یورانیم 238 یورانیم چی هست؟ داخل قوس نوشته میکنم 238 هست، وقتی که این یک تعامل را انجام میده یا توسط نیوترون یک چی میشه؟ تجزیه میشه، تجزیه نی بلکه بمبارد میشه یا تحریک میشه، در نتیجه از این عناصر تحریک شده دیگه به وجود میاد که مثلا یکی از چی هست؟ یورانیم 238
39 هست که خودش حالت چی نمی داشته باشه، حالت تحریک شده را می داشته باشه. وقتی که این میرانیم 239 که از این با وجود آمده، این ایرانیم چی هست؟ 239 هست. یه امرای چی تعمل کنن؟ امرای یک پوزیترون تعمل کنن. شکل پوزیترون رو به حرف بی نشان بتیم. قوس علامه مثبت میگیرم که فرقش با بیتا شود، چون ای چی هست؟ پوزیترون هست. وقتی که امرای پوزیترون تعمل میکنن، نتیجه تعمل چی میباشن؟ ماده جدید به نام نیپتون میباشن. اندازه نمبر کتلویشان 239 هست، فقط فرقشان در چی هست که 239 نمبر کتلویش هست و نمبر اتمیش، چون پوزیترون گفتیم که یک نمبر اتمیش یک هست، پس از این خاطر مثبت یک هست. نمبر کتلوی نمبر اتمی از یک واحد چی میکنن؟ افزایش میدن. و در نتیجه اگر پس اینمی پروتونیوم که حالت تحریک شده را داره، نیپتونوم ای را اگر ما دوباره خود چی کنه؟ با حالت پایه بیایه، یعنی حالت پایداری را به خود بگیره، از خود یک شعای دیگه پخش میکنه که یعنی دوباره اینمی پوزیترون از خود پخش میکنه، پوزیترون که پخش کرد به چی تبدیل میشه؟ به پلوتونیوم تبدیل میشه. پلوتونیوم که نمبر کتلویش 239 هست و نمبر اتمیش هم 94 می باشه. پس به این شکل از ایما می تونیم که ایزوتوپ های مختلف را بدست بیاریم در تعاملات زندگی. و یک چیز متوجه شوید شاگرده عزیز که اینمی نامایی را که بالای از این عناصر گذاشتن، مثلا پلوتونیوم، نیپتونیوم، اینا گرفته شده یا برخواسته شده از سیارات است که با زمانی که اورانیوم کشف شد، اونمو وقتی بوده که ستاره اورانوس هم چی شده؟ کشف کردن. باز اینا را از یک نام بالایشان چی کردن؟ گذاشتن. خب بر علاوه از اینکه اینا در تعاملات زندگی سهم میشن، در تعاملات زندگی که اینی تعاملات را که اینجا نوشته کردیم هست، از اورانیوم 238 برای تولید برق و انرژی بالا هم چی میشه؟ در ریاکتورهای استفاده میشه، در ریاکتورهای پروتونی باعث ماده سوختشان چی میباشه؟ ایرانیوم 238 میباشن. و همچنان در بمهای پلوتونیومی که میسازن، ماده سوختشان کدام هسته میباشه یا کدام ماده میباشه؟ ایرانیوم 238 که نمبر اتمیش 92 هست. بس این یک ماده چی هست؟ قابل استفاده هست که موارد استفاده زیاد. خیلی خوب، پس این بود موارد استفاده از یورانیوم 238 که در طبیعت به اندازه 99 میتونیم در بین ایزوتوپ های یورانیوم میره به اندازه 99.3% بدست. خب پس ما گفتیم وقتی که ایرانیوم را غنی می سازد، در کجا این غنی سازی انجام می شود؟ ریاکتورهای هسته‌ای این عملیه چی میشه؟ انجام میشه. شکلی را که شما مشاهده می کنید به نام چی یاد میشه؟ به نام ریاکتورهای هسته‌ای یاد میشه، که خیلی یک محوطه چی هست؟ بزرگ هست و این را زیادتر در جاهایی می سازند که از جاهای محل بود و باش دورتر باشه. و اولین کسی که ایره ساخت یا کاشف ریاکتورهای هسته‌ای بود، فرمی نام دارد، انریکو فرمی، کسی هست که طراح اینمی ریاکتورهای چی بوده؟ ریاکتورهای هسته‌ای بوده. خب اگر کسی از شما سوال پرسان میکنه که در داخل خود اینمی ریاکتورهای هسته‌ای کدام نوع عملیه هسته‌ای صورت میگیره؟ پس شما در جوابش بگیم که در داخل از چی صورت میگیره؟ انشقاق هسته‌ای صورت میگیره. در داخل ریاکتورهای هسته‌ای چی صورت میگیره؟ انشقاق هسته‌ای صورت میگیره. و وظیفش چی هست؟ به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر از این اونمو انرژی هسته‌ای که اونجا حاصل میشه، اون رو به چی تبدیل کنن؟ به انرژی برقی تبدیل کنن. انرژی هسته‌ای را به چی تبدیل کنن؟ به انرژی
برقی تبدیل کنن. و ماده سوختش چی هست؟ ماده سوختش هم یورانیوم هست. پس گفتم میتونیم ساختمان یک داش داره، مثل یک داش هست، داش هایی که ماده سوختش چی باشه؟ یورانیوم باشه. پس شاید دستان پرسان شده که چرا از یورانیوم استفاده میشه؟ به خاطر که ما گفتیم که 1 کیلوگرم یورانیوم، 1 کیلوگرم چی؟ یورانیوم در حدود چقدر؟ 10 میلیون یست که ما زغال سنگ گب سوزانیم، یا هم 2.25 ضرب 10^6 لیتر تیل را چی کنیم؟ به سوزانیم یا به مصرف برسانیم. پس خوب است که ما اینقدر مواد زیاد به مصرف برسانیم یا فقط 1 کیلوگرم ایرانیوم به مصرف برسانیم و انرژی مورد نیاز خود را به دست بیاریم. پس این بود یک معلومات کوچک به ارتباط ریاکتورهای هسته‌ای. خب اگه با کم زوم کنیم این ریاکتورهای هسته‌ای را از داخل بخوایم ببینیم که در داخل از این چی هست، کدام چیزها استفاده میشه، یک شکل اگر برشان بخوایم ترسیم کنیم، یک محوطه را در نظر میگیریم، به این شکل یک محوطه هست و یک قسمتی که اونمو ذرات یا بخاراتی که تولید میشه خارج شود. در داخل از این به این شکل جبه یک های دیگه هست نگه بخوایم قلب ریاکتور رو ببینیم. اینی قسمتی که چارچوبکات کردیم چی هست؟ قلب ریاکتور هست که این دینمی قسمت چی گذاشته میشه؟ یورانیوم گذاشته میشه. یعنی قسمت قلب ریاکتور هست که ماده سوخت اینجا قرار گرفته، کنمو عبارت از چی هست؟ یورانیوم هست. و چهار طرفش که این شکل دیگر رو میبینین او عبارت از امو چی هست؟ محافظه هست که قلب یا داخل ریاکتور چی میکنن؟ محافظت میکنن. و در قسمت بیرون از یام چی هست؟ ذرات آب هست، H2O یا آب. چون اینجا اینمی یورانیم چی میشه؟ میسوزه، یعنی حرارت تولید میکنه. خیلی گفتیم حرارت بالا تولید میکنه. با مجرد قرار گرفتن آب، این آب دفتن به بخار تبدیل میشه. چون هست ما به خاطر از اینکه آب به جوش بیاریم در حرارت 100 درجه سانتیگراد نیاز داریم، اما اگر در حدود به هزاران کالوین حرارت اینجا تولید شد، خب معلوم دار است که با مجرد قرار گرفتن آب در داخل این محفظه، آب به چی تبدیل میشه؟ به بخار تبدیل میشه. باز بخارات آب از این قسمت که محفظه است چی میشه؟ همین سوراخ که هست بیرون میشه و در این قسمت توربین قرار گرفته. توربین ها به خاطر تولید برق چی هست اینجا؟ توربین های تولید برق. توربین های توربین هاست به خاطر تولید برق که به نمی شکل این دستگاه کار میکنه. و وقتی که توربین های برقی را به چرخش آمد، دیگه معلوم دار است که برق اونجا چی میشه؟ تولید میشه. خب شرط این است که در داخل باید انشقاق به صورت متداوم، به صورت تعامل زنجیری چی شود؟ صورت بگیرن. اما ما بیشتر هم گفتیم که ممکن هست نیوترون هایی که آزاد میشه، نیوترون هایی که اونجا رها میشه، فرار کنن. پس راه ها به خاطر فرار نیوترون ها وجود داره. کدام راه ها هست؟ میرین ببینیم که کدام راه های ممکنه هست به خاطر از اینکه نیوترون ها چی کنن؟ فرار کنن. یا از وقتی که انشقاق صورت میگیرن، نیوترون ها از آماده تعامل نباشن، یعنی انشقاق دومی رو به وجود نبیارن و از ریاکتور ها چی کنن؟ فرار کنن. طریقه اولش یا اینمی ممکن است که اولین
رای که نیوتون ها فرار کنن. خب چون نیوتون ها که اونجا با وجود میان در عملیه انشقاق هسته‌ای خیلی چی هستن؟ سریع هستن، یعنی سرعتشان خیلی زیاد هست. ممکن است که از عمود از گاهی ریاکتور هسته‌ای چی کنن؟ فرار کنن. یعنی ما نتونیم کنه یک نیوتون هایی که با وجود آمده یک تعامل دومی را با وجود بیاریم، یا اینمی عملی انشقاق ادامه بدن تا تعامل زنجیری با وجود بیاریم و ریاکتور کار کنه و انرژی هسته‌ای با وجود بیاره. چرا؟ بخاطر که ممکنه فرار نمودن نیوتون ها از دستگاه وجود داره. دوم، چون ما دیدیم که ریاکتورها از مواد خیلی زیاد دیگه هم استفاده شده در ساختشان، فقط مواد سوختش یورانیوم هست، پس ممکن است که اینمی نیوترون ها امرای مواد دیگه دستگاه چی شود؟ جذب شود. و سیومشی است که ممکن است یک اندازه یورانیوم موجود باشه که اونجا او هنوز انشقاق نکرده، یعنی او یورانیوم آماده انشقاق نیست، با یورانیوم 236 هنوز تبدیل نشده که تا عملی انشقاق صورت بگیره، برای او چی شود؟ جذب شود. پس اینی سه اتفاق اگر رخ بده ما شاهد چی بوده نمیتونیم؟ شاهد عملیه تعامل زنجیره‌ای بوده نمیتونیم. پس باید از اینی سه اتفاق چی کنیم؟ جلوگیری کنیم. اجازه ندیم که نیوتون ها فرار کنه، اجازه ندیم که نیوتون ها جذب شود، اجازه ندیم که نیوتون ها توسط یورانیوم بدون انشقاق جذب شود. حداقل از سه نیوترونی که در انشقاق با وجود میایه یا حاصل میشه یک از اون ما باید چی کنیم؟ آماده انشقاق بسازیم. یعنی حداقل باید از اون سه تا یورانیوم که نیوترون ها خارج ساخته، یعنی سه تا نیوترون بعد است آمده، حداقل باید یکی از اون ما چی کنیم؟ آماده انشقاق بعدی بسازیم. خب دیگه اینجا یک موضوع دیگه هم هست که اینمی نیوترون هایی که آزاد میشن گفتیم که خیلی چی هستن؟ سریع هستن. و یورانیوم 238 دوست داره که اینمی نیوترون های سریع را به خود چی کنه؟ جذب کنه. نیوترون هایی که بسیار با سرعت تیز پخش میشن یورانیوم 238 دوست داره که را جذب کنه. و نیوترون هایی که هاستا هست سرعتشان کند است با حضور کدام نوع یورانیوم به خود جذب میکنه؟ 235. پس یک طریقه یاد گرفتیم باید اینمی سرعت نیوترون ها را چی کنیم؟ کاهش بدیم، کم بسازیم تا این توسط یورانیوم 235 چی شود؟ جذب شود. خب پس راه های جذب نیوترون کدام هست؟ کدام راه هست که ما میتونیم نیوترون آماده انشقاق بعدی بسازیم؟ خب راه های حفظ نمودن یا جذب نیوترون ها چی است؟ اول باید ما ریاکتور خود چی کنیم؟ ریاکتور که ساخته میشه باید خیلی خیلی چی باشه؟ سنگین باشه. سنگین خیلی خیلی گفتیم طریقه اولش چی است؟ بزرگ ساختن ریاکتورهای هسته‌ای هست که باید ریاکتورها بسیار چی شون؟ بزرگ ساخته شون. مثلا اگه ما اندازه اونمو حجمش رو بگیم یک متر مکعب، بگیم یک متر مکعب یک جذب نیوترون، دو متر مکعب دو جذب نیوترون، یعنی به هر اندازه ای که اونمو اندازه ریاکتورها بزرگ ساخته شده بره با مو اندازه ممکن هست که ما بتونیم نیوترون ها را در داخل اونمو محافظه یا ریاکتور چی کنیم؟ حفظ کنیم. دوم گفتن کتله یورانیوم باید چی باشه؟ کتله بحرانی باشه، یعنی کتله های اندازه یورانیوم که به خاطر ماده سوخت استفاده میشه باید چی باشه؟ 50 کیلوگرم باشه. 50 کیلوگرم یورانیوم چی میگن؟ کتله بحرانی میگن. اگر از 50 کیلوگرم یورانیوم در باعث مواد سوخت در نیوترون ها استفاده شود، اگر زی کمتر استفاده شود، اگر زی زیادتر استفاده شود چی اتفاق رخ میده؟ خب اگر کمتر استفاده شود از 50 کیلوگرم یورانیوم باعث زی میشه که امی ریاکتور چی شود؟ خاموش. یعنی عملیه که ما میخواییم انجام نشود، ریاکتور ما خاموش، باعث خاموش شدن چی میشه؟ ریاکتور میشه. اما اگر بیشتر از 50 کیلوگرم باشه، زیادتر از این اندازه باشه، باز ممکن هست که باعث
انفجار شدن یا منفجر شدن اونمو ریاکتور هسته ایشان. پس اینمی کتلی را که تعیین کردن برش میگن کتلی بحرانی که باید اندازش چقدر باشه؟ 50 کیلوگرم باشه. و دوم باید ما از چی استفاده کنیم؟ از وسایل استفاده کنیم که نیوترون ها را چی کنند؟ کند بسازن، یعنی از متعادل کننده ها استفاده کنیم. نیوترون ها را باید چی کنند؟ کند بسازن. بر از اون میگن ما متعادل کننده ها که میشه ما از بریلیوم استفاده کنیم، از گرافیت و آب سنگین. خب آب سنگین به کدام آب گفته میشه؟ اصل رابطه آب اگر شما نوشته کنین H2O است. اگر آب این دفعه از هیدروژن 1-1 با وجود نبیه بلکه از هیدروژن 2-1 با وجود بیه، برازی میگن آب سنگین، یعنی از تعامل اکسیژن با هیدروژن سنگین آب که با وجود بیاید برازو باز میگن آب سنگین. خب دانشمندان یک نظریه را گفتند به ارتباط متعادل کننده یا کنترل ساخت کننده نیوترون ها که به صورت خیالی آیدیال هست که برش میگن در 20 برخورد یورانیم را آماده چی کنند؟ آماده به جذب کنند. البته یورانیم نیه بلکه نیوترون را باید آماده به جذب کنند. در چند برخورد؟ در 20 برخورد. که اونمو را برش میگن یک کننده خیلی عالی، خیلی خوب، که در این سی کننده‌ای که ما اینجا نام گرفتیم بریلیوم، گرافیت و آب سنگین، گرافیت در 120 برخورد میتونه که نیوترون آماده جذب بسازه و آب سنگین میتونه که بعد از 20 برخورد نیوترون آماده به چی بسازه؟ آماده به جذب بسازه. پس قسمی که میبینین آب سنگین تانسته که یک کم نزدیک شوه به جذب کننده یا متعادل کننده یا کننده خیالی یا آیدیال ما، بخاطر که 20 و 25 با یکی دیگه چی هستن؟ خیلی نزدیک هستن. دیگه بر علاوه از این که ما بتانیم ریاکتور صحیح کار کنه، منفجر نشه یا خاموش نشه، باید از میله های چی استفاده شوه؟ میله های کنترل کننده استفاده شوه. از میله های چی استفاده شوه؟ میله های کنترل کننده سرعت تعامل، چون این نیوترون هایی که آزاد میشه گفتیم سرعتش خیلی زیاد هست، ممکن است یکی بس دیگر تعامل رو انجام بده، بس اگر سرعت تعامل خیلی زیاد شوه ممکن هست که ریاکتور چی کنه؟ منفجر شوه. اگر سرعت تعامل ضعیف باشه ممکن است ریاکتور کار نته، خاموش شوه. پس از میله ها استفاده میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینمی سرعت تعاملات را کنترل بکنن. و اگر بخواین پیشتر ما قلب ریاکتور رسم کردیم نی؟ به می شکل اگه بخواین که ریاکتور تعاملش چی شوه؟ سری شوه. اینی میله هاست فرض میکنیم. این میله ها را به داخل ریاکتور چی میکنن؟ به داخل قلبش فرو میبرن. اینه داخلش میکنن. به خاطر که تعامل چی شوه؟ سری تر شوه. اما اگه بخواین که تعامل را کن بسازن، بازی ریاکتور ها را طولش طویل می سازن و از داخل به بالا چی می کنن؟ کش می کنن. که این مانع تعامل چی می شه؟ صورت می گیره. یعنی بالا بردن و پایین بردن این میله ها باعث می شه وقتی که اینا پایین هستن رای عبوری نیوترون چی هست؟ آزاد هست. اما وقتی که بالا هستن ممکن است که نیوترون ها در زمان حرکت به این میله ها برخورد کنند. از او خاطر برازی می گن میله های کنترل کننده سرعت تعامل در ریاکتورهای هسته‌ای. خیلی خوب، پس این بود موضوعاتی که تا فعلا خواندیم به ارتباط ریاکتورها. خیلی موضوعات خوبی بود. خب موضوع بعدی که ما به ارتباط درس می‌خوانیم ببینیم چی هست. خیلی خوب، موضوع بعدی عبارت از بم‌های هسته‌ای. بم‌های هسته‌ای که برشد ریاکتورهای کنترل ناشده میگن. چرا؟ ما گفتیم ریاکتور را باید مانع شویم که نه انفجار بکنه نه هم خاموش شود. اما وقتی که میگیم بم، هدف از بم چی هست؟ یعنی چیزی که منفجر میشه. برازو میگیم بم، بم چیزی که منفجر میشه. خب
پس ریاکتوری که کنترل شدن نتونیم یا ریاکتوری کنترل کردن نتونیم، برای زود میگیم بم هسته‌ای. یکی بم های هسته‌ای هست و دیگیشان بم های هتروجنی میگن که بعدا راجع به او بیشتر میخونیم. و شرط ساختن بم های هسته‌ای چی هست؟ که یونیمی که باعث ماده سوخته استفاده میشه کتلیش از 50 کیلوگرم چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی کتلیش کتله بحرانی نیست. کتلیش از 50 کیلوگرم زیاد شد، پس کتله فوق بحرانی هست. از این خاطر از خیلی بم ها چی میکنه؟ منفجر میشه. خب زیادتر طریقه های ساختن بم های هسته‌ای را کشورها که می سازن افشا نمی سازن، چون یک راز هست، یک کد از بین خودشان. حتی دانشجوهای دیگه که به خاطر گرفتن ماستری یا لسانس یا هر موضوعی به ارتباط فیزیک هسته‌ای اونجا بودن، تا که اونا تابعیت اونمو کشور را نداشته باشن، برای از اونا اجازه تحصیل در این مورد داده نمیشه، چون رازهای او کشور میگن افشا میشه. از این خاطر یعنی طریقه ساختن بم های هسته‌ای بین کشورها چی هست؟ راز هست. تنها بمی که طریقش افشا شده و کلگی میفهمه اونمو بم هست که از طرف امریکا بالای ژاپن چی شده بود؟ استفاده شده. خب که او بم را چه قسم ساخته بود؟ فرض کنیم این داخل امو بم هست. در داخل بم از دو قطعه یورانیوم چی کرده بود؟ به حیث ماده منفجر کننده استفاده شد. از دو قطعه یورانیوم. خب و ماده منفجر پیشیران، یعنی ماده هست که اول این می سوزه یا منفجر میشه یا در این قسمت قرار گرفته. این ماده اول می سوزه یا منفجر میشه. وقتی که این ماده سوخت منفجر شد، این دو تا قطعات یورانیوم با هم چی میکنه؟ نزدیک میکنه. در شروع این قطعات یورانیوم که هست، یم قطعه یورانیوم هست، یم قطعه یورانیوم هست، اینم براتون بگویم که چی هست. هر دوی از این چی هست؟ یورانیوم هست. و قطعات مثلا ممکن هست ایش چقدر باشه؟ یک قطعش 40 کیلوگرم باشه و قطعه دیگه هم 30 کیلوگرم. در این حالت کدام مشکل نیست؟ قطعاتش که استفاده شده از کتله های بارانی چی هست؟ کمتر هست. و این ماده اولیه انفجار. خب زمانی که این ماده منفجر میشه، اینمی دو قطعه رو با یکدیگه چی میکنه؟ نزدیک میسازه، که در نتیجه چسبیدن اینمی دو قطعه باز چی میشه؟ انفجار قوی صورت میگیره. و در یک قسمت از این یک تفنگ کار شده که برش میگن تفنگ فیر نیترون، که بالای اینمی ماده ها چی پخش میکنن؟ نیترون پخش میکنن که باعث میشه انفجار صورت میگیره. یه چی هست؟ تفنگ فیر نیترون. و در این قسمت هم یک متعادل کننده هست که دفعتاً این اجازه نده که منفجر شوه یا هم انفجار. برش چی میگن؟ متعادل کننده یا آهسته کننده نیترون ها. آهسته کننده چی؟ نیترون ها. نیترون خب. پس این مواد هست که در ساختن بم هسته‌ای چی میشه؟ به کار میره. وقتی که ماده منفجره پیشیران منفجر میشه، این دو قطعات با یکی دیگه میچسبانه. خب معلوم دار است که ما زمانی که 40 را جمع 30 کنیم، کمیت بزرگتر حاصل میشه. میشه 70 کیلوگرم. یعنی 70 کیلوگرم دیگه از اندازه کتله بحرانی به مراتب چی هست؟ زیادتر هست. از این خاطر است که
ای انفجار چی میشه؟ صورت میگیره و ای انفجار دیگه از امو انفجارهای خیلی 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 خطرناک هست که وقتی که بالای یک ساحه بالای یک قسمت استفاده میشه تا سالهای سال او ساحه را چی میکنه تحت تاثیر خود قرار میده. یه چه قسم تاثیراتش میباشه در جلسه بعد و خیر خود خواندیم. برای این جلسه امروزی ما اما قدر کفایت میکنه موضوعاتی را که امروز خواندیم. خوب است که یک بار جمع‌بندی داشته باشیم که ما کدام موضوعات را خواندیم. اولین موضوع را که خواندیم انشقاق هسته‌ای بود که تجزیه شدن یا منفجر شدن یک هسته سنگین به دو هسته کوچک هست. تعامل زنجیره‌ای است که اگر این انشقاق هسته‌ای به صورت دوامدار ادامه پیدا کند تعامل زنجیره‌ای به وجود می‌آید و غنی‌سازی یورانیم هست که یورانیم 235 را غنی به دست می‌آورند تا در ریاکتورهای هسته‌ای استفاده کنند. و ریاکتورهای هسته‌ای موداش‌هایی هست که ماده سوختشان چی باشه؟ یورانیم 235 باشه. طریقه‌های جذب و حذف نیوترون و مهمترین بخش ما مینمی بمه هسته‌ای بود که خواندیم. امیدوار هستم که درس امروز فهمیده باشید. همراه خود موضوعات را که خواندین یاد گرفتین، یادداشت کنین، بدون نویس کنین، تکرار کنین. او باقی مانده اوقاتتان خوش. الله نگهدار. خدا حافظ.